عطای بعدی که میخوام راجبی صحبت کنم تحت عنوان نبیه هر کسی که عطای نبوت داره نبی نیست اما هر نبی صد درصد نبوت داره خب دیگه نداشته باشه دیگه مثل فروشی که نف نداشته باشه که دیگه نمیشه خب و پس عطای نبوت قبلا تعریف کردیم که توانایی ویژه‌ای که خدا به عده‌ای داده تا کلام او را پیغام او رو دریافت کنند و با دیگران در میون بذارن انبیایی که امروز تو کلیساها در واقع هستن باید بدونیم که انبیای عهد عتیق نیستن اون 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 که یه نبی عهد عتیقی داشت نیست چیزی که در واقع باعث شد کلیساها نبوت رو حذف بکنن عملکرد اشتباه افرادی بود که نبوت داشتن اگر این افرادی که عطای نبوت داشتن درست اعمال درست عمل میکردن و درست در واقع معمولیت خدا رو انجام میدادن این کلیساها به یه جایی نمیرسیدن که کلا حذفش کنن بگن هر کسی که در واقع میاد از خودش یه چیزی در میاره و میگه اینها در واقع اگر برگردیم به گذشتگان اینها از ابتدا اینطوری نبودن که نبی رو قبول نداشتن به مرور زمان نبی هست شد در زندگی اینها نبی هست شد در داکتر اینها نبی هست شد در واقع از خدمت و کلیساهای این افراد و نبی رو در واقع خانه نشین یا اختش کردن به نوعی و به دلایل مختلف اما چیزی که در واقع مهمترینشه که یک نبی امروز نبی اهدعتیق نیست و چیزی که در واقع باز دارم میبینم همونطور که کلیسای ایرانی رسالت رو نمیشناسه و رسول نبی و نبوت هم نمیشناسه معمولا وقتی نگاه میکنی فلانی نبیه خب آمین خدا رو شد اما کار نبی با نبوت فرق میکنه شما یه نفر اطای نبوت داره تو کلیسا میان میگه خدا به هم گفت که مثلا اه نگران نباش به زودی خب جواب تو میاد یا اون چیزی که دعا کردی از خدا برات میاد خب آمین خب یا داشتم دعا میکردم خدای پیغام بهم داد ترسان و حراسان نباش یا هر پیغامی دیگه یکی که عطای نبوت داره بله تو کلیسا خدمتش اینه از خدا پیغامی رو بگه برای خودش و برای دیگران و برای کلیسا که اونم سه تا شرط داره تشویق بنا تسلی خب کسی که عطای نبوت داره اینو به شما بگم اقتدار برای توبیخ نداره مگر نبی باشه نبی اتوریتت داره همینطور که شبان اتوریتت داره همینطور که معلم اوتوریتت داره در واقع نبی اینجا اقتدار داره که توبیخ بکنه کلیسا رو اما کسی که عطای نبوت داره این اقتدار رو نداره اقتدار رو باید بره به شبان یا رسول کلیسا بده یا به نبی کلیسا بده یعنی فعتهای نبوت داره میتونه بره به یه نبی بگه که من از خدای پیغام گرفتم لطفا شما هم چکش کنین اگر از خداست از اتوریته شما استفاده کنم خب در واقع اون پنج نفر اتوریته دارن تو کلیسا اقتدار دارن توی کلیسا که کلیسا رو جهت بدن کلیسا رو حرکت بدن کلیسا استوب کنه کلیسا برگشت کنه کلیسا توبه کنه کلیسا فرمون رو بده به چپ کلیسا فرمون رو بده به راست کلیسا نه حرکت کنه بره جلو پس اونجا کل کشتی رو در واقع این خدمات انجام میدن نه بیان مسافرین کشتی رو خدمت کنن خب یه, خلب، یه در واقع یه ناخدا میاد یک کشتی رو حرکت میده نمیاد بشینه مثلا پپسی بفروشه بیاد نمینه آجیل بفروشه بیا مثلا تی بزنه داخل کلیسا یا مثلا بره پره های کشتی رو چک بکنه اینا رو بلده اما کارش اون نیست کشتی و سکان کشتی دست این افراده حالا مهمانداران هستن که از خدا پیغام میگیرن سفارش میگیرن به مردم میدن مهمانداران هستن که پیغام خدا رو در واقع با مردم در میون میذارن خب اما اگر در واقع اما مهماندار حرکت کلیسا رو چی نمیکنه مهماندار یا اون خادمین عرشه کلیسا رو حرکت نمیدن اگر چیزی میبینن سوراخی در کشتی هست میرن میگن که سوراخ شده کشتی به داد برس ناخدا یا خادمین یه کاری انجام بدید که سوراخ شده یا یه قسمت داره دود میزنه بیرون این دود از کجاست رسیدگی بکنین اگر چیزی ببینن میتونن برن بگن اما اقتدار ندارن یه دفعه یه یعنی مثلا یه گارسونی که داره به مردم سرویس میده داره مردم رو در واقع برکت میده خدمت میکنه یه دفعه بره فرمون رو بگیره دستش و به چرخونه پس متوجه شدی فرق نبی با کسی که نبوت داره چیه معمولا انبیا نمیان مثلا من معمولا دیدم مثلا میگن فلانی نبیه میاد تو صف میسته همه تو صف برای چی میخوای میخوام میرم شوهر میاد به نام عیسی مسیح خدا آره خدا میگه گیرت میاد نفر بعدی چی میخوای من بیکارم آره خدا میگه به زودی بهت کار میدم نفر بعدی این اصلا باور کنید به شما قول میدم این شخص نبی نیست نبوت داره اما نبی نیست نبی نمیشینه با مردم سرویس بگیره مثلا شما چی سفارش میدید برای من اصلا خنده داره متوجه چی میخوام بهتون بگم هوشیار باشیم ما من جز خادمینم که در واقع هم نبوت رو قبول دارم هم نبی و هم رسالت و همه اینها رو توش تجربه دارم به خاطر همین آزاد میذارم اینها باید خدمت کنم ولی باور که خودمون هم تفلکیا بلد نیستن یا مرزی مج... مردم مجبورش میکنن که بیا ما نبوت کن بابا ندارم چیزی از خدا نگرفتم فقط اینو میخوام بگم قوم ایرانی باید توبه کنه قوم ایرانی باید بیسته قوم ایرانی باید بجنگه یا امروز توی این کنفرانس خدا میخواد که همتون شمشیراتونو وردارید و با اقتدار بیستید و بجنگید آها این ای پیغام نبیه اما مردم صف بگیرن نمیدونم دلم درد میکنه اونورم اینه این بر من بگو که چی میشه بالاخره این جواب من میاد جواب فالگیریه. معمولا کسی که نبیه دستگذاری میشه برای خدمت خدمتش مشخصه سمرات خدمتش بعد سالها دیده شده و معمولا خدمتش رسالتیه یه قومی رو یه جمعی رو یه کلیسای یه سرزمینی رو تکم میده یه رسول یعنی پیغامهاش پیغامهای سرزمینیه برای یه, برای یه ایرانیه پیغام میگیره که یه ایران چطوری عوض میشه پیغام میگیره یه ایران چطوری باید تغییر کنه پیغام میگیره که ایران الان در چه شرایطیه پیغامهاش در واقع برای سرزمینیه نه برای برادر مادرم مریض میمیره یا زنده میمونه خب اینا که به شما میگم دیدم ها خب بیچاره هم میان مردم تو کنفرانس هم ممکنه بشینن پول هم دادن مجبور براشون شروع کنه تا نصف شب نبود که آخر کار خودش قاطی میکنه نمیدونه چی میگه من دیدم کنار افراد بودم قاطی میکنه میگه چی میگی تو اصلا نه فقط فکش کار میکنه بابا جایگاه تو جایگاه مهمیه حواسون باشه خدای نکرده مردم ما رو از مست و جایگاه اقتدارمون به دور نکنن و میدونم خدا در میان شما هم رسولان هم انبیا رو حالا فعلا راجبه این دو تا عطا داریم میگیم بجا شبان و معلم و مبشر کار ندارم خدا از میان شما داره میدونم اینو خدا به شما داده افرادی که دل دارید ولی فقط میخوام بگم خط فکریه یک نبی با یه خط فکری یک رسول یکی دوتاشون یک جماعته نه یه آدم یه سرزمین رو تکون میدن یا حداقل حد کوچکترینش یک کلیسا رو حرکت میدن کلیسا باید اینطوری باشه کلیسا ساکت باشه و جلال خدا رو ببینه آمین آها کلیساست نه فلانی ساکت باش خدا میخواد جلالش رو بد نشون بده <صح analyse> <مش> اوکی این کار یه نبیه کار یه نبوته کسی که نبوت داره بله فلانی خدا به هم گفت که ساکت باش جلال من رو ببین ولی نبی کلیسا رو در واقع خطاب میکنه جماعتی رو خطاب میکنه در واقع یک سرزمینی رو خطاب میکنه پس میخواستم این فرقاش رو در واقع یه مقدار با شما صحبت بکنم که یه نبی توبیخ نمی کنه یه ت... کسی که نبوت داره توبیخ نمی کنه تشویق بنا تسلی اما یه نبی میتونه توبیخ کنه کلیسا توبه کن کلیسا دست از خصاصت بردار کلیسا نترس خب این آتشی که امروز در میان شماست به جهت نابودی نیست به جهت تقدیس شماست کلیسا نترس این جنگ روحانیه برای چی به جون هم دیگه افتادید این جنگ روحانی شیطان اومده نفاق میان ما بندازه این میشه در واقع یه نبی با اقتدار خط میده فکر میده و سخن میگه پس چیزی که در واقع اینجا هست معمولا اگر عطای نبوت داری شروع کن با تشویق و بنا و تسلی یعنی پیغام هایی که میاد اگر احساس کردی پیغامات توبیخیه واقعا یه هشداری بهت بدم خدا به کسی که اختداری بر کلیسا نداره پیغام توبیخی نمیده این انسانیه و ما تشخیص نمیدیم یعنی راحت به شما بگم خدا پیغام توبیخی به کسی نمیده که اختداری در کلیسا نداره چون اختدار توبیخ به رهبران کلیسا داده شده مگر اون شخص بره به خادمین بالای اقتدارش بگه فلانی از خدا اینو گرفتم شما دعا کن اگر تایید گرفتی عمل کن ولی خودش نیست ولی رهبران کلیسا به عنوان اون پنج تا عطا وقتی پیغامی از خدا میگیرن اونا مستقل میتونن با اقتدار توبیخ کنن یک جمعی رو یا یک حرکتی رو یا یک جنبشی رو یا یک چیزی رو در واقع توبیخ بکنن البته اونا تشویق و بنا هم دارن ها اما این به طور خاص موضوعش بیشتر موضوع توبیخیه پس اگر احساس کردید پیغامه توبیخی میاد و شما اقتداری هم تو کلیسا نداری یه برادری هستی یه خواهری هستی میره تو کلیسا ما اختدار ندارم پس این پیغام تو خوبی چی داره به من میده این میتونه انسانیت ما هم درگیر باشه به خاطر غیرتی که برای خدا داریم آتشی که برای خدا داریم در واقع هست اما یه طرف اگر پیغام های توبیخی به سراغ ما میاد این میتونه به ما نشون میده که در آینده خاندگی تو میتونه یه نبی باشی خب میتونه یه نبی باشی اما حواس اون باشه چون که خیلی از افراد تو کلیسه ها به خاطر ندونستن به جای تشویق و بنا تسلی اومدن توبیخی عمل کردن و کلیسا سرکوبشون کرده متاسفانه خب بلد نبوده یادش بده خادم خدا برادر من قاهر من یادش بده بهش بگو چی درسته نکوبش سردانشش نکن نابودش نکن کن نکن یادش بده بگو برادر درست اینه برادر خواهرم دخترم پسرم این درست اینه خدا را شکر مثل این که دادی تا اینجاش اوکی ما بقیش نگران نباش ممنون ما بقیش خودم انجام میدم شما برو به خدمتت انجام بده اون خادمم باید دیگه آزاد باشه اوکی من پیغامو دادم به اقتدار و من دیگه مبرا هستم دستم شسته شده به مابقی خدمتم برسم دیگه انجام میشه یا نمیشه بذاری به حکمت خود خادمین کلیسا و رهبران کلیسا اونها خودشون میدونن که چطور عمل کن اگر دوباره باز پیغامی شد که اومد دوباره میری میگی دوباره خدا گفته ای همچنان پا بر انجام نشده باز میل خودتون برادر من نمیخوام خدای نکرد شما رو تحت فشار قرار بدم بعد از خدا گرفتم که بار دومم اینو بهتون بگم هر چیز با دو سه شاهد ثابت گردد نمیشه دیگه خودتو درگیر نکن برادرم خواهرم خودتو نسزون تو کلیسا نابود نکن تو کلیسا سرکوب نکن نزننت خوشگت نکنن از ایمان نبرند مصلوبت نم نکنن چون که بارها گفتم متاسفانه 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 کلیسا قاتل انبیاه و مرسلینه میکشه اول از همه هم هم, هم اعضا میکشن هم خادمین این دو نفر رو میکشن متاسفم بگم چون که تو کلیسا جا ندارن اینا چرا چون که حقیقت رو نمیشه نمیپذیرن خب نمیپذیرن وقتی بهشون میگی احساس میکنن اقتدارشون زیر سوال بردید یک دو خادم بیچاره هم نه تجربه نداره یه چیزی میگه روحیش متوقع خوب نیست اونا هم فکر میکنن تو فکر کردی از کجا اومدی کی هستی هنو دهنت بو شیر میده بره، <تصفح> تق میزن و نابودش میکنن بابا یادش بده نکشش نابودش نکن خب درسته یه اسب ورجو ورجو میکنه اما میشه اسب رو همش هم کرد میشه به هر حال تربیتش کرد و بعدا برای خدمت خودت استفاده کنه به عنوان پشتیبان به عنوان حمایت کننده خودت به عنوان چشم دوم بتونه کنارت بیسه خدمتت کنه ازیتش نکن ولی جامعه ایرانی میکشه متاسفم بگم اما میکشه شما نکشید به نام عیسی مسیح اوکی به نام عیسی مسیح نکشید من توی کلیسای خدمت میکردم تقریبا فقط کلیسای ایرانی دیگه یه جورایی خب آره کلیسای دیگه یه ذره باز بهترن اونجا هم بستگی داره روحیه شخص فقط اگه با روحیه خوب میگی ترس پیغام خدا رو بگو قبول نکرد هم نکرد قراره که تو آجا نیستی نگاه کن پست چی نگاه کن چی به شما بگم پست چی پیغامو میبره در یه خونه مثلا شما تصور کن احزاری از یه دادگاه اومده کی میبره در خونه پست چی میگه این احزاریه امضا کن بگی امضا میکنه خب میره فردا نمیره در خونه یارو رفتی یا نرفتی میگه خب به تو چه <applause> نه باید بری یقش رو میگیره میبره و دادگاه بابا تو پسچی معمول کلانتری که نیستی دقیقا متوجه میشی؟ تو پسچی پیغامت تا برو دنبال کار زندگیت نرفت قانون هست خدا هست خودش بلده چه کار بکنه تو که نمیتونی عمل کنی نبی در واقع پیغام رو میده خب ببخشید نبوت اگر قاطی میکنم بعضی موقع خودتون دیگه تحصیل میکنید نبوت پیغامو میده ولی نبی میتونه یقه یارو رو بگیر چرا ننشستی؟ به اینجا ببینم یا حدقه به شبان میگه شبان این عضو گله داره سرکشی میکنی داره خلاف مسیر اراده خدا داره میره برو یقه رو بگیر اگه منم مستقیم نمیگیرم برو یقه بگیر توبیخش کن مراتب اینها رعایت میکنن به هر حال به خب پس این در واقع راجع به نبی و نبوت فقط اینه میخوام به شما بگم حکمای نبوتی چه بار نبی چه بار نبوت فرق نمیکنه حکمای عهد عتیقی نیست اینو به شما بگم که فکر کنی الان یه آیه جدید در کتاب مقدس اومده هر کس شریعت رو رعایت نکنه وای بر او نه اختدار نبی عهد جدید معادل اختدار نبی عهد عتیق نیست ما خودمون رو همتراز و هم مختدر با موسا ندونیم با ایلیا یا کسی که کلام خدا رو نوشتن ندونیم چون اگر هم اقتدار بدونیم حکم ما را رعایت نکنن اینها طبق قانون شریعت ملعون به سنگسارن <applause> خب ما همچین حکمی داریم حالا یا همچین اقتداری خدا به ما داده که اگه کسی حرف منو گوش نکرد میره جهنم الان که تو عهد عتیق همین تو عهد جدید خب میبینی مثلا مثل پولس یا افرادی مثل پتروس میبینه این دو نفر جلوشون میفتن میمیرن انانیا ان و سفیره چرا؟ چون اینا در جایگاه اقتدار چنان ایستادن که مخالفت با اون رو فریب اونها اینگاه فریب موسا بود همون بلایی میومد سرشون که در واقع میامد یا در واقع اون جادوگر شمون جادوگر میگه برو دعا کن که بلا سرت نیاد به توبه میکنه خدای بلا سرم نیاد پس اینا ما باید بدونیم حالا چرا داریم میگیم چون که جامعه ما جامعه شرقیه و کتاب اهدعتیق جامعه شرقیه به نوعی بیشتر شرقیه ما تحت تاثیر قرار میگیریم یه دفعه نمیشیم 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 اگر هم میشیم پیغمبر میشیم کمتر از پیغمبر خدا که هیچ چی ولی پیغمبر میشیم و این خیلی خطرناکه اینطوری خدمتت هم اون خواندگی اصلی هم آسیب میخوره این داری یا اگر نداشته که نمیامدی بگی مثلا من اینم داری ولی اگر درست عمل نکنیم همین چی هم که داریم اصلا میدانی به ما داده نمیشه میری تو خونه میشینی آخر کار دست از پا دراستر افسرده برای کی پیغام میاری و برای خود دعا بکنی افسرده. <تصفح> تازه از افسردگی بیای بیرون تازه بعد دعا بکنی یکی بیا بلندت کنه یه نفر بیا در واقع تشویقت کنه بنواد بکنه یه برنامه‌ای بیاد پیدات بکنه به چون میشه در واقع شخص البته این به این معنی هم نیست که در واقع چون که مردم نمیپذیرن ما چی نباید بگیم خب اما با روحیه تشویق و بنا و تسلی پیغامو بگو اما با تسلی مثل پیغام میگه محبت و میگه حقیقت رو بگو با محبت دیگه حقیقی ترین پیغام چیه میگه قوی ترین پیغام چیه حقیقته بالاترین حقیقت که ما نداریم گیری پیغام تو حقیقته حالا پیغام تو با حقیقت با محبت بگو قرار نیست که حقیقت تو تنها کسی از که حقیقت رو میدونی بعد بجزونی طرفو با محبت بهش بگو که بلند بشه تشویق بشه و تسلی پیدا کنه یعنی راحت به شما بگم گیریم و مثلا خدا میگه که فلانی گناه داره میکنه اوکی گیریم خدا به تو نشون میده فلانی گناه کرد خب بعد چی بری بهش بگی شما بودی چی بهش میگفتی حالا شما تصور بکن نبوت داری تو کلیسا سوال من اینه کدوم از شما اصلا جرأت داره بره همچین حرفی به نفر بزنه خب مطابق کلام هشدار میدم هشدار بس چطوری هشدارش بدی اول میپرسم چرا این کارو کردی من کی من که کجا چرا کار نبی که ارشاد یک نفر نیست به طور کلی پیغام لازم رو با اختدار میگه به طور کلی اوکی. حالا بیشتر نبی منظور هم نید نبوته نبی چرا؟ نبی اختدار داره یقیه ها رو بگیره خب اما نبوت رو میشه ما حالا یه میشه راجب نبوت صحبت میکنیم خب نبی اختدار داره میتونه تا اخراج بکنه یارو رو, رو. <تصفح> از کلیسا <تصفح>